رادیو زمانه. سلام مجدد به خانم ها و آقایان. این هفتمین دور از گفتگوهای زمانه است که در آمستردام برگزار میشه. من به نام بنیاد زمانه به همه شما خوش آمد میگم. با من از دریا بگو، فیلم قوی و مؤثر آقای رضا علامه‌زاده رو دیدید. در بخش دوم از این برنامه امروز هم از دریا سخن میره، دریای دانش انسانی، دریای دانش انسانی و اجتماعی که جمهوری اسلامی کوشش میکنه تالابی به اسم علوم انسانی اسلامی رو به جای اون بگذاره. با فیلم رضا علامه‌زاده ذهن ما متوجه زندان شد. در این بخش هم به نوعی ما از زندان سخن میگیم، چون اندیشه رو در میخوان به بند بکشن، به بندی به اسم علوم انسانی اسلامی. علوم انسانی آماج حمله های مداوم حکومت و حکومتی که تبیین هستی انسانی ری و تصمیم گیری در مورد اون رو، حق انحصاری ایدولوژی خودش میدونه. میدونیم که جمهوری اسلامی، رژیم اسلامی اندکی بعد از انقلاب در صدد تصرف دانشگاه ها برآمد با پروژه‌ای به اسم انقلاب فرهنگی، و این یک اقدامی نبود که به یک سال یا دو سال منحصر بشه، و این یورش و حمله برای تصرف همچنان بی وقفه ادامه داره. مدتی هم هست که متمرکز شده روی علوم انسانی و اجتماعی. قراره که اوج تلاش جمهوری اسلامی برای اسلامی سازی چیزی باشه به اسم علوم انسانی اسلامی. این علوم انسانی اسلامی یک همتافته است، یک کمپلکس ایدولوژیک امنیتی نظامی ایدولوژیکه، چون میخوان علوم انسانی رو بر مبنای یک ایدئولوژی بسازن، امنیتیه، چون میخوان با اونجا در واقع اعمال امنیت بکنن بر دانشگاه و اذهان، و یک پروژه اقتصادیه، چون یک بیزینسه، بیزینسی است برای حجت الاسلام، دکترها، مداها، آقازاده ها، نور چشمی ها، که بتونن این پست و مقام های دانشگاهی رو در اختیار خودشون قرار بدن. در برابر این فشار مقاومت صورت میگیره. علوم انسانی و اجتماعی در ایران از شأن و حیثیت خودش دفاع میکنه. همچنان در درون دانشگاه و در خارج از دانشگاه، در ایران و در داخل ایران و خارج از ایران، ایده تأسیس یک دانشگاه از راه دور بر اساس این تلاش و این مقاومت پدید آمده، و ما یک تجلی این ایده رو میبینیم در ایران آکادمیا. ایران آکادمیا یک ابتکار هست که حدود 5-6 سال پیش شکل میگیره توسط عده‌ای از
دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی در همین شهر آمستردام یا لاهه و چند نفر رو اسم میبرم، پشتیبانان خیلی زیاد هستند، خانم سمیه دهبان، خانم رها بحرینی، شاهین نصیری، پژمان سلیم و علیرضا کاظمی، از ابتدا دوستان زیادی بودند که از این استادان پژوهشگران که از این پروژه دفاع کردند. من یادم میاد جلسه 3-4 سال پیش رو در لاهه با شرکت کسانی مثل آقای رضا براهنی که خوبه یادشون بکنیم، حسن منصور، کامران متی، نیره توحیدی و بسیار کسان دیگه و دوستانی که در اینجا حضور دارن. خوشبختانه ایران آکادمیا این دعوت، همزمان یک کنفرانس ایران آکادمیا داشت در لاهه و خوشبختانه دعوت ما رو پذیرفتن تیم آکادمیا و استادانی که در این کنفرانس شرکت داشتند که تشریف بیارن اینجا و گوشه‌هایی از بحث‌ها و دیدگاه‌های خودشون رو در مورد وضعیت علوم انسانی و اجتماعی در اینجا ارائه بدند. پیش از اینکه بحث به طور مشخص آغاز بشه، نیکوست که با پروژه ایران آکادمیا بیشتر آشنا بشیم و به این خاطر من از آقای علیرضا کرمانی کاظمی از آقای علیرضا کاظمی دعوت میکنم که تشریف بیارن برای توضیح این پروژه. بسیار ممنون.